طرفداران تعهد میگویند هنر باید در خدمت مردم باشد، ولی مخالفان میگویند هنر زاده احساس زیبایی شناسانه است و ربطی به مسائل روزمره ندارد. در این میان برخی هم تعهد را به گونه دیگری تعریف میکنند که با حال و هوای هنر سازگاری داشته باشد. تعهد باید نتیجه نگرش درون هنرمند به رویدادها باشد و به جای شعار با شعور به میدان بیاید. در بخش بزرگی از ترانه های نو تعهد همین معنا را پیدا می کند. اسفندیار منفردزاده، آهنگساز فیلم و ترانه که از نخستین همکاران گروه تنین به شمار می رود، در مورد ترانه هایی که به قول خودش حامل بار اجتماعی است و نیز در مورد شیوه های آهنگسازی در حوزه ترانه پاپ نگرش ویژه‌ای دارد. چند سخنی هم از ایشان بشنویم. آقای منفردزاده. سپاس و درود بنیاد طوس و زحماتی که کشیدند. فکر کنم تابلوی شام آخر مسیح، اون جمله معروف که دست دشمن من در سفره است، خیلی حرف رو بتونه بزنه. در هم آمیزش مجموع 100 سال ترانه در این نشست، زمین که با زحمت اتفاق افتاده، نوعی امیدوارم خلط مبحث نکنه، برای اینکه حاضران دانش این کار رو دارن، وقتی هم تولید بشه به صورت هر وسیله و رسانه بیرون بره از اینجا فرصت نقدش خواهد بود و اینجا فرصت نیست. الان فقط چیزی که میتونم اشاره کنم بهش ردشم این که جای بسیاران اینجا خالی هست، خب میشناسید چون نامشون برده شد. اونچه که ناگفته موند، از دبوسی اشاره شد توی مقدمه، مفصل نقد خواهم کرد بعدن، ولی اشاره شد که کلود دبوسی میگه صدای مردم رو یا میل و آه و ناله مردم رو از میان صدای سازها میشنوم. اونجا اشاره نمیشه که در سرزمین‌های چون ایران که هنرمندانش، فرهنگ ورزان و کارورزان فرهنگ و هنرش اون آزادی رو نداشتند هرگز تا این لحظه، که اون صدایی که کلود دبوسی میخواد بشنوه چگونه باید صداشو برسونه. من یه یاغی هستم برای رادیو، با وجودی که 16 سالگی رو رادیو از برنامه رادیو شروع کردم با جمال وفایی در برنامه صبحی، میاد تا جایی که فشار ممیزی شعر ترانه در رادیو موسیقیشو هیچ کاری نداشتند، هیچ کاری نداشتند، بدترین آهنگ ها رو اونجا میشد شنید که تصویب شده و مجلدی 400 صفحه‌ای به عنوان ترانه‌های ماندگار دولتی بود کاش می‌نوشت روش، چاپ هم شده برای تغییر ذائقه موجود و امروزی رو که هنوز سرکوب به قول ایرج چندین برابره و صدای اعتراض یا اون ترانه معترض کم هست، نمیگیم که نیست چون هست، اما 300 هزار ترانه ساخته شده بعد از انقلاب. 300 هزار، این آمار تقریبیه ولی هنوز با احتیاط گفته میشه چون بیش از این باید باشه. بنابراین من در اعتراض به رادیو، سال 1346 بود که دیگه 45 46 دیگه رادیو نرفتم، تورج نگهبان از اشاره کرد به میل آقای معینیان، فکر درستی هم بود که رادیو خریدار کار باشه و کار رو ارزیابی کنه بخره، در هر حال دولت هست و رادیوی دولتی بود و سلیقه خودش حق داره مثل هر نشریه، مثل هر رادیو تلویزیون در هر جای جهان، که حتی هر شخصی داشته باشه حق داره ممیزی با سلیقه خودش اعمال کنه. من اون رو بر نتابیدم، دلیلش هم شاید جوانی و خامی بود، ولی حسم این بود که درست نیست. کسی نمیتونه مشورت، میتونه هر کس با کسی بکنه مشورت بده، پیشکسوت میتونه به من مشورت بده که این کارتو اینجور کنی بهتر میشه، ولی اجازه بده من انتخاب کنم این کارو بکنم یا نه، که تورج گفت گاهی این کارو کرده بودند. ولی جوان رو نمیشه گفت تو باید این کارو بکنی و نباید این کارو بکنی.
این باعث شد در حال ما سرکشی کردیم به نسبت خودمون بیرون از فرصتی که استودیو تنین پرویز عطابکی و تورج نگهبان ایجاد کرده بودن. در اونجا هنوز ایرج عزیز جنتی عطایی که پیش از اون کار کرده بود، کار زیبایی که شنیدیم، گل سرخی که دادی، هنوز گل سرخی اعلام نشده بود، اتفاقا نبود، مال خیلی جوانی ایرج و پر از زیبایی، یعنی واقعا اتاق تصویر شده فوق‌العاده‌ای هست تو این ترانه. خب چرا باید امثال ایرج جنتی عطایی بدن شعرشون آقای دکتر نیرسینا؟ سنی که بر نمیتابه، اون سلیقه تغییر، یعنی تغییر کرده، جوان آمده، نو میشه، جهان تازه میشه دائم، چرا باید ممیزی بشه؟ اما خب ایرج این کار کرد، ایستاد و اشعارشو از اون زاویه به هر حال به امضا رسوند. همیشه من بعد از اون سال نکردم هیچ کاری و اون استودیو رو سکوی پرتابی کردیم از خیابان‌های شهر تهران و بیرون تمام شهرها رو به رادیو و تلویزیون. یک دونه از کارهای من از اون سال به بعد نفرستادم رادیو که ممیزی بشه، که اجازه بدن یا ندن، یعنی با رسانه دولتی میخوام بگم یک تنه، هر کس دیگه با من بود میتونه بگه من اون روز بودم. از سینما، سکوی سینما که ممیزی نمیشد اشعارش، سناریوها میرفت به فرهنگ و هنر ارشاد امروز و سانسور سرکوب میکرد، هر شک و شبهه‌ای رو اگر میتونست ایجاد کنه برمیداشت، اما برای ترانه مفری بود که میشد ساخت و گذاشت روی فیلم. ما این کار کردیم با فیلم رضا موتوری، ترانه مرد تنها که کار زیبایی از شهریار قنبری بود که بر دلیل جاش خالیه نمیدونم، اما حرف اینه که برای فیلم، بعد فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری بود که ترانه جمعه رو به اعتراض به اون اتفاقی که افتاده بود به هر حال حرفم این هست که هنر دولتی، همه عزیزانی که کار میکنن به هر دلیلی نیاز مادی میل دارن، اصلا باور دارن به این حاکمیت امروز، وقتی کاری رو انجام میدن باور دارن، همون کافی است که دوست دارن اون کار انجام بدن و بهترین کارشون میتونن بکنن. اما هنر دولتی هیچ وقت نمیتونه و نتونسته تا امروز ماندگار بشه. اون چی که مونده، نگاه کنیم از کارهایی که مونده، باز البته سرشار از زیبایی هست کارها برای کسانی که با اون نسل زندگی کردن، جوانان قدیمی چون من، ولی زمان بیرحمه و غربال میکنه، سوراخاش هم به قول دوستی بسیار درشته، میریزه پایین. ببینید رسانه نبوده وقتی که از خون جوانان وطن ساخته میشه توسط عارف، چگونه است که ماندگار میشه تا این سالها؟ و من امیدوارم که یه روزی سرزمین اونطوری بشه که دیگه این ترانه سمبول سرکوب نباشه و وسیله اعتراض نباشه، روزی بشه که حرف دبوسی واقعا اونجا کاربرد داشته باشه و هنرمند و فرهنگساز بتونه از طریق آزاد، یعنی احزاب آزاد، مطبوعات آزاد حرفشو بزنه و اونجاست که دیگه تعهد به ترانه و این واژه‌ای که به هر حال جا افتاده بود، سربار و یا بار شونه فرهنگساز و هنرساز سرزمین‌های جون ما نشه تا بتونه اون کاری که باید رو بکنه، خودش دوست داره، حتی اگر کار حزبی میخواد بکنه اون مشتاقه. اون وقتی که من دیگه هیچ وظیفه‌ای ندارم و بهانه‌ای هم نیست، اما امروز تا اون اتفاق نیفتاده هر کس به هر دلیلی با این حاکمیت به ویژه اشعارشو بفرسته اونجا تصویر بشه، با اسم مستعار بفرسته اونجا تصویر بشه، خونده بشه، کتابشو بفرسته اونجا منتخبش چاپ بشه، کتاب شعرش رو بفرسته اونجا بدون هویت چاپ بشه، توسط برادر یکی از شاعران که در وزارت ارشاد هست توصیه بشه و اینها چاپ بشه، این چیزی جز خلط مبحث نیست، جز مرزها رو شکستن نیست. مرز فرهنگی رو نمیشه خط کشید، اما حضور انسان رو میشه متمایز کرد و اگر من اشتباه میکنم اون که درست میگه تبادل نظر باشه تا من درست بشم. این جداسازی صورت گرفته و میمونه جسم ما که بیرون از ایرانیم، جسم ما مثل اینکه ممنوعه اونجا، افکارمون آزاده، کتابهامون اونجا چاپ میشه. این هوش این حاکمیت هست. من شرمنده هستم به سهم خودم، آینده باشید. وقتی نمیگه به نمونه ای از کار منفردزاده با شعری از احمد شاملو و صدای فرهاد گوش میکنیم. باریکند و کنا بسته از خونه ها تاریکند، تا
تاقاشی کسست از صدا افتاده تارو کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه شکل فانوسیان که اگه خاموشه واسه نفت نیست هنو یه عالم نفت توشه دارم به خوب و مید و از بد گله ندارم